محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستند. آقای عطاری، شاهد شیوع دوباره ویروس کرونا هستیم در کشور و قرمز و نارنجی شدن 18 شهر. چه عواملی باعث این موضوع شده و چقدر اصلا قابل پیش بینی بود؟ به هر حال تا زمانی که ویروس کرونا در جریان هست و در گردش هست و از بین نرفته، بروز این موج‌های مکرر قابل پیش بینی هست. اما اون چه که مهم هست این هست که کشورها با چه عوارض و چه هزینه این موج‌ها رو پشت سر می‌گذرونن. در واقع ایران اون چه که ما تا حالا شاهد بودیم بیشترین هزینه انسانی و تلفات رو به نسبت جمعیتش در طی موج‌های مختلف داشته. الان هم اون چه که به نظر میرسه این هست که این موج مجدداً داره در واقع فعال میشه و با سرعت بسیار بالایی داره افراد بسیار زیادی رو مبتلا میکنه. هرچند عامل بروز این در واقع موج جدید خیلی بیماری‌زایی شدیدی نداره، اما از اونجایی که تعداد مبتلایان بسیار بسیار بالا هست، به همین جهت انتظار این که در واقع عوارض نیاز به بستری و مرگ و میر بالایی هم همراه باشه دور از انتظار نیست. در مورد چرایش، خب مهمترین مسئلهش مسئله واکسیناسیون هست. اون چیزی که محافظت کرده تا حالا همه کشورهای دنیا رو این واکسیناسیون بوده. اما در ایران متاسفانه واکسن ها مؤثرترین هاش دوزهای یادآور هست که در ایران فراموش شده و نحوه استفاده از واکسن ها هم واکسن های مورد استفاده قرار گرفته که در عامل مؤثر و اومیکرون و زیرگروه هایی که باعث بروز این موج جدید شدن تأثیر زیادی نداره. و از طرفی ساده انگاری مسئولین که بارها و بارها پایان کرونا و پیروزی رو اعلام کردن هم بی تأثیر نیست و باعث میشه که مردم اون نگرانی ها رو کمتر داشته باشن و مراقبت‌های فردی رو کمتر انجام بدن. چرا حوزه دارو بحرانی شده آقای دکتر عطاری؟ چه عواملی موجب شده که الان شرایط به این شکل افتاده؟ خب دارو یک مسئله هست، همیشه نیاز همیشگی جامعه است. متاسفانه دولت‌ها فقط به 4 سال و کارنامه 4 ساله خودشون میاندیشن و برنامه دراز مدتی ندارن. به همین جهت است که همونطور که فرمودید فراخوان میدن امروز 20 دارو کم هست، وارد میشه، ممکن اصلا اینا اینقدر مصرف نشه و نیاز نباشه و تاریخش بگذره. مجدداً کمبودهای مکرر، این عدم برنامه ریزی و خارج کردن آدمهایی که اهل این کار هستن و میدونن چه کار باید بکنن از گردونه تصمیم گیری باعث شده که وضعیت به این شکل در بیاد. از طرفی متاسفانه هم در بخش تصمیم گیری، هم در بخش تولید و هم در بخش نظارت مافیایی الان حاکم شده، به خصوص با دولت آقای رئیسی که اصلا خودش همه کاره سیستم درمان هست و از هیچ در واقع آدم نخبه‌ای در این زمینه هم بهره نمیبره. مسئله دیگه‌ای که هست مسئله قیمت دارو هست. این هم نباید ما نادیده بگیریم. با حذف ارز ترجیحی ما به تولید کنندگان میگیم شما بیاین واردات مواد اولیه رو با 8 یا 9 برابر قیمت داشته باشید، ولی دارو رو با 2 یا 3 برابر قیمت بذارید. از طرفی اگر قراره بر این باشه که 700 یا 800% قیمت دارو افزایش پیدا بکنه که شرکت‌های دارویی براشون به صرفه، اصلا این قابل اجرا برای مردم و قابل خرید نیست. شرکت‌های بیمه هم که دارن شونه خالی میکنن، حتی مبلغی که به اینها تخصیص داده شده توسط مجلس هم دولت به اینها در واقع ارجاع نداده. همه اینها باعث شده که این بلبشویی که در واقع بنیاد برکت میشه گفت به عنوان مافیای دارو به وجود آورده، همچنان گره کوری هست که فعلا قابل باز شدن نیست. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن.